سلام به کانال یوتیوب چند حقیقت جالب درباره سرویس مخفی آمریکا که احتمالاً نمیدونین. سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا یک نهاد امنیتیه که یکی از وظایفش حفظ امنیت رئیس جمهور آمریکا است. رازها و افسانه‌های زیادی در این مورد وجود داره. در ادامه به حقایق جالب درباره سرویس مخفی آمریکا و مامورین اونها میپردازیم. 1. تعدادشون بیشتر از چیزیه که تصور میکنیم. زمانی که صحبت از این سازمان میشه اغلب تصور میکنیم 100 سرباز تراز اول یا حتی کمتر مامورین اونها هستن، اما در حقیقت اونها حدود 6500 نفرن. تعداد دیگری از مامورین در بخش حفاظت شخصی کار میکنن. 2. فقط از رئیس جمهور حفاظت نمیکنن. نه تنها رئیس جمهور آمریکا، بلکه خانواده اون و رئیس جمهورهای قبلی و خانواده های اونها هم تحت حفاظت قرار دارن. سرویس مخفی از مهمانان رئیس جمهور و هر کسی که رئیس جمهور خواستار حفاظت از اون باشه محافظت میکنن. 3. کار در سرویس مخفی 3 مرحله داره. مامورین از ابتدا وارد کار اصلی حفاظت نمیشن. در حقیقت اگر اونها بخوان وارد بخش اصلی کار بشن، مرحله‌ای که 4 تا 7 سال طول میکشه، ابتدا باید به مدت 3 سال در بخش اداری کار کنن. در مرحله آخر مامورین ترفیع درجه میگیرند یا به بخش اداری برمیگردند. 4. آموزش میبینن که خودشون رو جلوی گلوله بندازن و در آب زنده بمونن. قبل از هر رویداد مهمی ماموران تمامی سناریوهای مهم در مورد اقدام به قتل و تیراندازی رو تصور و تمرین میکنن. اونها از گلوله های استفاده میکنن که ویژه این جلسات تمرینی ساخته شدن. علاوه بر این همه مامورین هر 8 هفته یک بار برای ارتقای مهارت‌های خود تحت آموزش قرار می‌گیرند. 5. آماده انجام کمک‌های اولیه هستند. همه مامورین مهارت‌های اولیه پزشکی رو آموزش می‌بینند و آمادگی اون رو دارن در یک موقعیت حساس پیش از رسیدن آمبولانس یا رسیدن به بیمارستان جان فرد رو نجات بدن. 6. همیشه مقداری خون مخصوص رئیس جمهور همراه خودشون دارن. مامورین همیشه آماده هستن تا از مهارت‌های پزشکی خودشون استفاده کنن و در صورت لزوم کار تزریق خون رو انجام میدن. 7. یک مخفیگاه برای رئیس جمهور دارن. سرویس مخفی یک پناهگاه زیرزمینی در کوهستان داره که از اون برای مخفی کردن رئیس جمهور در مواقع خطر استفاده میشه. بنابراین اگه تروریست ها بخوان رئیس جمهور رو به قتل برسونن احتمالاً موفق نخواهند شد. 8. برای رئیس جمهورها اسم رمز میذارن. سرویس مخفی برای رئیس جمهورها از اسم رمز استفاده میکنه. در اغلب موارد حرف ابتدایی اسمهایی که برای رئیس جمهور و خانوادش استفاده میشه یکسانن. مثلا اسم رمز باراک اوباما رنگید، همسرش رنسنس و دخترای اونها رادیانس و رزباد بود. 9. در دفتر کار رئیس جمهور سنسورهای حرکتی تعبیه کردند. یکی از مقررات سرویس مخفی اینه که رئیس جمهور هرگز نباید تنها بمونه. اگر رئیس جمهور بخواد در دفتر کار خودش بدون حضور ماموران تنها باشه، اونها قادرن به راحتی به کمک سنسورهای تعبیه شده در کف اتاق از هر گونه حرکت و تهدید احتمالی خبردار بشن. 10. در تفریحات رئیس جمهور شرکت دارن. مثلا اگر رئیس جمهور بخواد به پیاده روی صبحگاهی بره، مامورین با اون همراهی میکنن. 11. همراه رئیس جمهور دکتر میره. اهمیتی نداره مشکل رئیس جمهور چی باشه، اون حتی پیش دکترم نمیتونه بدون حضور مامورا تنها باشه. 12. تمامی نامه‌های تهدیدآمیز رو ردیابی می‌کنن. به علاوه این سازمان بانک داده ای از هزاران نوع جوهر داره که فرایند تحقیق رو آسان‌تر می‌کنه. 13. همیشه همه چیز رو تحت نظر دارن و هر چیزی رو ثبت می‌کنن. بعد از ترور جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا تصمیم بر اون شد که خودرویی به ضبط تصویر در مراسم‌های ریاست جمهوری اختصاص داده بشه. 14.
قسم نمیخورن جون خودشون رو فدای رئیس جمهور کنن. این چیزی جز یک افسانه هالیوودی نیست و مامورین سرویس مخفی چنین قسمی ندارن. 15 تنها یک مامور در راه انجام وظیفه کشته شده. اگه ماموری جونش رو فدای رئیس جمهور کنه، این کار به خواست خودش انجام میشه. در حقیقت در تاریخ سرویس مخفی تنها یک بار چنین اتفاقی افتاده. ماموری به نام لزلی کافلت در سال 1950 هنگام دفاع از هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا جون خودش رو از دست داد. 16 مرکز فرماندهی اونها مخفیه. مرکز فرماندهی سرویس مخفی در شهر واشنگتن در ساختمانی بدون هیچ علامت مشخصی واقع شده. در نزدیکی این مرکز حتی سطل زباله وجود نداره. بنابراین جایی برای کار گذاشتن بمب وجود نداره. این ساختمان در خیابانی واقع شده که اسم بسیار کوتاهی داره. خیابان H استریت. 17 سرویس مخفی در روز کشته شدن لینکلن تأسیس شد. وزیر وقت خزانه داری آمریکا هیوم مک‌کولاج پیشنهاد تأسیس سرویس مخفی رو مطرح کرد. اون این ایده رو در 4 آوریل 1865 به آبراهام لینکلن رئیس جمهور وقت آمریکا گفت. اما شب همان روز لینکلن در تئاتر با شلیک گلوله به سر کشته شد. 18 سرویس مخفی برای حفاظت از رئیس جمهور تأسیس نشده بود. حتی اگر سرویس مخفی در صبح روز قتل لینکلن تأسیس شده بود، باز هم لینکلن زنده نمیمون. چون هدف اصلی تأسیس این سرویس برخورد با جاهلان و کلاهبرداران مالی بود. در حقیقت این سازمان هنوز هم همچین پرونده هایی رو داره. 19. اونها هرگز در فضای بیرون عینک آفتابی نمیزنند. این مامورین در واقعیت هرگز در حین ماموریت از عینک آفتابی استفاده نمی کنند. چون ممکنه به دلیل تابش شدید یا کمبود نور متوجه یه چیزی نشن. 20. دست های اونها همیشه آماده است. اگه با دقت بیشتری به مامورین داخل عکس ها نگاه کنید، متوجه میشید که دست های اونها همیشه در نزدیکی کمرشون قرار داره. شاید حالت انگشتشون با یکدیگه متفاوت باشه، اما در واقع همگی اونها آماده هستن تا به سرعت واکنش نشون بدن و از اسلحه خود